سلام، من یه مسلمانی هم که جدیداً با آیین مسیحیت آشنا شدم، خیلی علاقه دارم، ولی یه سوالی که دارم و اصلا ذهنمو نمیتونه، یعنی پاسخشو نمیتونم بگیرم، اینه که چطور میتونه عیسی مسیح یعنی خدا باشه ولی در کالبد انسان بیاد؟ مگه میتونه خدا محدود باشه؟ من با فرضیات فلسفی نمیتونیم این موضوع رو ثابت، چجوری میخوایم ثابت کنیم؟ یعنی خدایی که بسیط، خدایی که قادر مطلق به همه چی احاطه داره، بعد بیاد در کالبد یک انسان محدود بشه؟ اینو من، این مرام جا نمیفته و روح القدس هم درست درکش نمیکنم. یه مقدار در مورد تفلیف بیشتر توضیح بدید که آیا مغایرتی با خدای یگانه نداره؟ اینجوری یگانگی خدا زیر سوال نمیده. من مشکلم در مورد این فقط همین، اگر این حل بشه خیلی علاقمندم به این که مسیحی بشم. حالا نمیدونم شرایط چجوری. خیلی ممنون. خب من یک بار سوال رو میخونم که شاید برای بینندگان عزیز واضح تر باشه، که تجسم خدا رو توضیح بدیم. آیا انسان شدن خدا باعث محدودیت وی نمیگردد؟ آیا بسیط بودن خدا با این کار مخدوش نمیگردد؟ اتفاقا جالب، پس شما دارین صحبت میکنین در مورد اینکه آیا خدا میتونه محدود باشه یا نه. اتفاقا حرفی که ما داریم میزنیم دوست گرامی هستش که خدا نامحدوده، لایتناهی هست و قوت خداوند اینقدر عظیم هستش که بتونه هر چیزی که در حسب ارادش باشه انجام بده. پس وقتی که ما در مورد پدر، پسر و روح القدس داریم صحبت میکنیم، که میدونم جلسات زیادی رو ما در این مورد گذاشتیم و حتی برنامه های در مورد تسریس رو میتونید در آرشیو برنامه های پژواک روی وبسایت پیدا بکنید که ممکنه باعث برکتتون باشه. هدف این هستش که واقعا خداوندی هستش که ما محدودش نمی‌کنیم. خداوند میتونه هر کاری که بخواد انجام بده. ولی برای اینکه از کلام خداوند بیشتر بهتون پاسخ بدیم، می‌دونم که ادمین جان چیزی فراهم کرده که می‌خواد با شما در میون بذاره، باش ما میتونیم نظر خودمون رو به شما بدیم. صحبت اونقدر مقدار، یعنی سوال اونقدر عمیق هستش که جواب دادن تو این دو سه دقیقه تقریبا غیر ممکنه. ولی نکته ای که باید بهش توجه داشته باشین اینه که الوهیت خداوند هرگز مخدوش نمیشه. یعنی ذات خدا هرگز تغییر پیدا نمیکنه در تجسمی که ما اول این مشخص کنیم که پسر شخص دوم تثلیث انسان میشه، نه شکل انسانی به خودش میگیره، نه انسان جسم انسانی میپوشه، بلکه طبیعت انسانی هم بهش اضافه میشه بدون اینکه طبیعت الهی مخدوش بشه. حالا خب این سوال خیلی پرسش مقدار یا پاسخش خیلی احتیاج به توضیح بیشتری داره، ولی توی شورای کلسدان این رو اومدن این مقدار توضیح بیشتری یا تعریف مشخص‌تری رو کردن. چون ما تعریف برای این حقایق الهیاتی داریم اما توضیح نداریم. بله. که این مسئله این هستش که ما توی این زمین نمونه ای ازش نداریم که بخوایم استفاده کنیم تا اون رو توضیح بدیم. توی شورای کلسدان گفتن که الوهیت مسیح بر انسانیت مسیح حاکم نمیشه در ذات عیسی مسیح، و یا حتی انسانیت مسیح بر الوهیت مسیح چیره نمیشه، یا این دوتا طبیعت با هم مخلوط نمیشن یا از هم جدا نمیشن. در این حالی که این دوتا طبیعت در عیسی مسیح وجود داره، طبیعت الهی بدونید که طبیعت انسانیش رو زیر سوال ببری، طبیعت انسانی طبیعت الهی رو تغییر بده، این دوتا در این حالی که با هم هستن ولی از هم قابل تشخیصن، ولی با هم مخلوط نیستن. اینه که توی شورای کلسدان این رو برای ما این مقدار بیشتر تعریفش رو مشخص کردن، ولی حقیقت امر اینه که خود پولس رسول میگه این یک سر عظیمی هست و ما هرگز قادر نخواهیم بود با این قالب‌ها و میزان‌هایی که توی این دنیا داریم و توضیحات و تعریفاتی که برای ما قابل لمس این رو توضیح بدیم. ولی پاسخ سریع به پرسش شما این هستش که الوهیت مسیح، الوهیت خدا هرگز مخدوش نمیشه در این انسان شدن. دقیقا جمله‌ای که این دوست عزیز تکرار کردن اینه که خب این قضیه اصلا با داده‌های فرض منطقی ما و فلسفی ما جور در نمیاد. من دوست دارم این سوال بکنم، کدوم بخش خداوند، کدوم صفت خداوند با تعریف‌های منطقی ما درست در میاد؟ آیا میشه اصلا خداوند رو در این قالب‌ها قرار داد که بشه حالا این قسمت رو توضیح داد؟ من به نظرم اگه خدایی رو که بشه به داده‌های منطقی یا فکر انسانی محدود من توضیح داد، فکر نمی‌کنم دیگه اسمش رو بشه خدا گذاشت. ما انسان هم بخصوص وقتی که با منطق خودمون رجوع می‌کنیم، فکر می‌کنیم که از طریق فلسفه یا از طریق علم باید توجیه بکنیم همه چیز رو، ولی به جایی می‌رسیم که دیگه رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. شما دانشمندا سلول ها رو وقتی که میشکافن میرن پایین تر به قسمت های مختلفش که میرسن، باز میبینن که قسمت های عمیق تری وجود داره و هر جا که قدم برمیداریم یک شاهدی هست، یک شهادتی هست از حضور خدا، از جلال خدا، از ابهت خدا. پس بنابراین همینطور که ایزان گفتن، ابهت، جلال و
برکت خداوند و اصلا حضور پرجلالش شهادتی و گواهی به این هستش که خداوند در همه جا دیده میشه، در همه جا لمس میشه و 100% همون چیزی هم که اینجا گفتن که الوهیت ذات الوهیت خداوند عوض نمیشه. عیسی مسیح 100% خدا، 100% انسان. این نکته هم جنیفر خیلی جالب بهش اشاره کرد. ما در مورد صفات خدا صحبت میکنیم انگار همه‌شو میدونیم، در مورد خدای دانای مطلق یا قادر مطلق صحبت میکنیم انگار که اصلا برای ما مطلق معنی داره. ما انسانایی هستیم که خیلی محدودیم. البته خب با یک نسبتی از نیکویی و قدرت رو دانش رو داریم و البته شاید اون همون تصویر خداوند هستش که در ما قرار گرفته، ولی هیچ وقت ما کلمه مطلق رو نمیفهمیم. خدای لایتنایی اصلا برای ما معنی نداره. شاید سعی میکنیم اون رو بفهمیم ولی هرگز قادر نخواهیم بود این رو توضیح بدیم. این فقط این نکته رو میخوام یه بار دیگه یادآور بشم. ما برای خیلی از مسائل الهیاتی تعریف مشخص داریم. کلیسا به یک تعریف واضح، مشخص و واحد رسیده، ولی به خاطر اینکه ما در مورد ماورالطبیعه صحبت می‌کنیم، هرگز قادر نیستیم به صورت کامل اون رو توضیح بدیم. مثلا ما اگه میگم در ذهن عزیزانی که از طریق علم بخواد چیزی توضیح بکنیم، ما بیشتر چیزهایی که از نظر علم در دستمون هست بهشون به عنوان تئوری روبرو میشیم. اگه کتاب‌های زیست شناسی بخونیم، کتاب‌های فیزیک بخونیم، هر چیزی که بخونیم اسمشون هست تئوری. حتی تئوری فیثاغورس داریم. تئوری 100% اگه جمله تئوری بخواید باز بکنید، یعنی کلمه تئوری بخواید باز بکنید، می‌بینید که بیانگر این هستش که 100% نیست، یک حدس هست. پس بنابراین حتی فکر ما انسان‌ها در می‌مونه که بخوایم دنیای خودمون رو توجیه بکنیم، چه برسه به ذات کبریایی خداوند. یک بار ادوین یه توضیح خیلی قشنگی داد، برای من خیلی قشنگ اینجا افتاد که اگر ما یک خودکار رو بر روی کاغذ بندازیم، فقط یک قسم این کاغذ فقط یک بخشی از این خودکار رو لمس میکنه و ما هر چقدر اینو بچرخونیم باز در آن واحد فقط یک قسمت از این خودکار قابل لمسه برای این کاغذ و شاید این کاغذ نتونه تمام این خودکار رو در آن واحد لمس بکنه و تشخیص بده این یک خودکاره. شاید یک سطحه، حالا یه ذره تشخیص میده گرده، یه ذره صافه، حالا یک برآمدگی داره، ولی در کل شاید نتونه تجسم بکنه که این خودکار میتونه چی، این اصلا خودکاره یا به چه شکل کاملا میتونه باشه. دقیقاً دنیای خداوند و دنیای ما هم به این شکله که ما در هر قسمت از زندگیمون فقط یک بُعد از خدا رو داریم میبینیم، ولی اون تجسم کامل اون رو دقیقاً نمیدونیم که چی میتونه باشه و این همین قضیه است که خدا رو برای ما نامحدود میکنه و میتونیم تعریف زیبا و زیادی رو ازش داشته باشیم. خدا رو شکر که خدای ما خدای نامحدود و آمین. چقدر سوال قشنگی کرده دوست عزیز ما. چقدر سوالتون قشنگ بوده و چقدر ممنون هستیم که وقت رو گذاشتید، به ما تماسی گرفتید و سوالتون رو روی انسرینگ ماشین برای ما گذاشتید.